با سلام. در برنامه قبلی پرونده به یکی از ابزارهای رژیم در راستای جنگ روانی علیه مقاومت پرداختیم و سوابق تلویزیون پرستیوی رو در این زمینه مورد بررسی قرار دادیم. در برنامه امروز می‌خوایم به شیوه‌های بکارگیری مأمورای استخدامیش در کارزار شیطانسازی علیه مجاهدین توسط وزارت بدنام اطلاعات آخوندی بپردازیم. اما رژیم برای شیطانسازی چه شگرد‌هایی رو به کار می‌گیره؟ در واقع جنگ روانی و بهتان زدن و تهمت پراکنی که رژیم پیوسته از اون علیه مخالفان نظام به خصوص مجاهدین استفاده میکنه یک ابزار بسیار جدی رژیم برای اعمال حاکمیت. مجاهدین سالهاست که با استناد به اسناد و مدارک و شواهد بسیار زیاد نشون دادن که سرنخ تمامی این دروغ‌ها و لجن پراکنی‌ها بر علیه مخالفان و مقاومت مردم ایران در دست آخوندها و وزارت بدنام اطلاعات. رژیم با مغشوش کردن فضا و با سوء استفاده از سیاست قدرت‌های استعماری، سیاست مماشات اونها، تلاش می‌کنه که بیشترین استفاده رو بر علیه مجاهدین به کار ببره. تو همین رابطه می‌بینیم که مأموراشو از داخل و خارج با صرف هزینه‌های گزاف برای این دروغ پراکنی به کار می‌گیره و بعد منابع متعددی رو به وجود میاره که اینطوری وانمود کنه که گویا فضای واقعی و همگانی بر علیه مجاهدین همینه، در حالی که این خیلی روشنه که تمام این دسیسه‌ها و توطئه‌ها از طرف وزارت بدنام اطلاعاته. در ماه‌های اخیر گزارشات تفصیلی بسیار زیادی از کمپانی‌های بزرگ دنیای سایبری مانند توییتر، گوگل و فیسبوک در مورد کارزارهای دروغ پراکنی رژیم منتشر شدند و گزارشات مفصل و مستندی هم توسط خبرگزاری‌های بین‌المللی در این رابطه تهیه شده است که همگان از آن اطلاع دارند. قیام دی ماه، قیامی که سراسر ایران رو در نوردیده و آتش اون هر روز از یک نقطه میهن شعله می‌کشه و روز به روز هم رادیکال‌تر میشه، یک نقطه عطف محسوب میشه که همه چیز رو در جامعه ایران تغییر داد. شعارهای معترضان در این قیام سراسری تمامیت رژیم را هدف قرار داده و در نتیجه این قیام شاهد گرایش روزافزون جوانان انقلابی و اخشار آگاه به مجاهدین و برنامه‌های شورای ملی مقاومت هستیم. این واقعیت را سران رژیم و به خصوص ولی فقیه ارتجا بارها اذعان کردند. هدف آمریکا با این کارهای اخیر، این کارهایی که در این یکی دو سال گذشته کردند و قلم درشتش تحریم همه جانبه اقتصادی است و کارهایی که دارن میکنن، توطئه هایی که دارن میکنن، مامورین مخصوصی برای مقابله با ایران میگذارند، به دشمنان گوناگون ایران، منافقین و امثال اینها کمک میکنند. نقشه اینها این است که بلکه بتوانند به کمک تحریم و به کمک کارهای ضد امنیتی و اینها در جمهوری اسلامی، در کشور عزیز ایران اسلامی ما، دو دستگی و اختلاف و جنگ داخلی و مشکلات ایجاد کنند. هدفشون اینه. همه تلاش خودشون رو هم در این راه مصرف کردند. اینی که اینا گفتند در سال 97 ما چنین میکنیم چنان میکنیم، نقشه هایی رو برای جمهوری اسلامی ابراز کردند، یعنی در واقع نقششون لو رفت. این ممکنه فریب باشد، ممکنه جنجال رو برای سال 97 بکنن، نقشه رو برای سال 98 بکشن. رژیم در وحشت از آینده خودش و چشم‌اندازی که پیش رو داره تمام تلاش و سعی خودش رو میکنه، همه امکاناتش رو به کار میگیره بر علیه مجاهدین، آلترناتیو دموکراتیک
و همینطور جایگزین مردمی شورای ملی مقاومت که پرچمدار خط سرنگونی رژیم و سمت و سو دادن به قیام و همینطور گسترش کانونهای شورشیه به کار ببره. تو این رابطه در کارزارهای شیطانسازی خودش دو هدف رو دنبال میکنه. اولا میخواد مانع اقبال جوونا و اقشار مختلف محروم مردم به جان آمده بشه به سمت مجاهدین، و در ثانی میخواد که زمینه رو برای ضربه زدن به اونها و اقدامات تروریستی فراهم کنه. یکی از شیوه‌های جنگ روانی رژیم علیه مجاهدین تولید انبوه جعلیات در مورد موضوعات مختلفه که در ارتباط تنگاتنگ با پیروزی‌های مجاهدینه و سعی می‌کنه با دروغ پراکنی و بهتان، اونم در کمیت بالا و از طریق منابع گوناگون، اونها رو واقعی جلوه بده. در این شیوه رذیلانه وزارت اطلاعات دستورالعمل مشخصی رو بین مامورای داخل و خارج کشوریش توضیح می‌کنه، اما بعضن این موارد اونقدر زیاد و گسترده است که کنترل از دست خودش هم خارج میشه و یک متن دیکته شده از طرف وزارت اطلاعات به رسانه‌ها و ماموراش عیناً در سایت‌های مختلف ظاهراً بدون ارتباط با هم منعکس میشه، در حالی که فقط اسم نفرات در اون عوض شده. در این رابطه به یکی از آخرین نمونه‌ها توجه کنید. در آذر ماه امسال شبکه تلویزیونی ویژن پلاس آلبانی رپورتاج مستندی از دیدار خبرنگارش از اشرف سه پخش کرد که برملا کننده جعلیات دستگاه تبلیغات وزارت اطلاعات از طریق خبرنگاران خریداری شده در رسانه‌های غربی بود. این داستانی است که چرا مجاهدین به آلبانی آمدند. این در واقع سومین محل آنهاست. اولی در اشرف در عراق و بعد از آنکه جنگ تمام شد، بعد از اشغال آمریکایی‌ها قدرت به دست دولت‌های افتاد که تحت نفوذ رژیم ایران بودند. یکی از آنها دولت مالکی بود. در آن زمان زندگی بر مجاهدین سخت و تقریباً غیر ممکن شد. نه تنها به دلیل محاصره، بلکه به دلیل اینکه عراقی‌ها به کمپ اشرف حمله می‌کردند. بعد آنها تحت حفاظت آمریکایی‌ها به کمپ لیبرتی یعنی اشرف دو جابجا شدند و بعد به دلیل اینکه آنجا هم همان مشکلات ادامه یافت به آلبانی آمدند. آنها این کمپ را اشرف سه نام گذاشتند. برای اکثر آنها چنین به نظر می رسد که این آخرین مرحله آنها در انتظار برای تغییر رژیم در ایران است، جایی که بسیار امیدوارند به آن برگردند. به دنبال پخش این گزارش، وزارت اطلاعات برای خنثی کردن این افشاگری مامورای خودش را بسیج کرد تا با نامه نویسی به آقای سکولوالا مدیر شبکه تلویزیونی ویژن پلاس او رو تحت فشار قرار بدهند. از فرط گیجی ناشی از ضربه این مستند روشنگر که به طور گسترده‌ای مورد استقبال مردم آلبانی قرار گرفت، آنچنان دستپاچه شد که حداقل ظواهر رو هم رعایت نکرد و بند رو آب داد. سایت‌های زنجیره وزارت اطلاعات نقش اصلی رو تو انتشار این نامه‌ها بر عهده داره و با یک جنگ روانی بر علیه ویژن پلاس و همینطور خبرنگار مربوطه وارد عمل شد. اما یک دست بودن این نامه‌ها و متون واحدی که بعضاً توی نامه‌ها به کار برده شده بود، همینطور بعضاً همزمانی انتشار این نامه‌ها نشون می‌داد که یک دست‌هایی در پشت پرده در کار بوده که به عنوان یک مرکز واحد خط و خطوطی رو به اونها بده تا اونها وارد عمل بشن. از جمله این گاف‌ها نامه ای است که ظاهراً یکی از ماموران وزارت اطلاعات نوشته و در تاریخ 14 آذر 97 در یکی از سایت‌های خارج کشوری وزارتی منعکس شده است. عین همین متن به نام یک مأمور دیگر وزارت اطلاعات در تاریخ 13 آذر 97 در یک سایت دیگر رژیم منتشر شده است.
در یک نمونه دیگر یک متن واحدی را می‌بینید که در چندین سایت زنجیره‌ای وزارت اطلاعات در نقاط مختلف به صورت همزمان و یکسان منتشر شده که نشان می‌دهد حتی بخشنامه وزارت را بدون هیچ دخل و تصرفی در سایت‌هایشان منتشر کردند. موارد جنگ روانی رژیم علیه مقاومت تکنمود و پراکنده نیستند. شما اگه به زمانبندی این فعالیت‌ها نگاه کنید، یک ارتباط واضحی بین این فعالیت‌های به ظاهر پراکنده میتونید ببینید. این فعالیت‌ها معمولاً در دو وضعیت تشدید میشن. یکی وقتی مقاومت به پیروزی بزرگی دست پیدا میکنه. یکی هم وقتی که خود رژیم دچار مشکل و بحران جدی میشه. رژیم توی همچین نقاطی با فرافکنی بحران‌های خودش بر روی مقاومت میخواد تعادل درونی خودش رو حفظ کنه. مثلا در جریان گردهمایی بزرگ سالانه مقاومت که همین امسال تیر ماه در پاریس برگزار شد، ما شاهد یک همچین کار هماهنگی بودیم. یا در زمان خروج سازمان از لیست تروریستی و همینطور هجرت بزرگ و انتقال به آلبانی. الان وقتی این دوتا شرایط با همدیگه فراهم میشه، یعنی از یک طرف رژیم به شدت در وضعیت وخیمی قرار میگیره تا اونجایی که یکی از مهرهای داخلی خودش علناً از فروپاشی صحبت میکنه و از طرف دیگه میبینیم که مقاومت در مدار کیفن عالی‌تری قرار گرفته و تعادل قوا به نحوی چرخیده و شرایط بین المللی تغییر کرده که اینها رژیم رو وادار میکنه که به این جنگ روانی بیشتر دامن بزنه. به دنبال 23مین گلریزان همیاری با سیمای آزادی در آذر ماه گذشته که رژه‌ای با شکوه از حمایت و همبستگی هموطنان در داخل و خارج کشور از مجاهدین بود، رژیم آخوندی که دروغ پردازی هایش در مورد منابع و استقلال مالی مجاهدین به خیره کننده ترین و چی خونسا شده بود، اقدام به مقابله با آن کرد و آن را به صورت بخشنامه به شبکه مأموران داخل و خارج کشوری خود و سایت‌های پوششی وزارت اطلاعات ابلاغ کرد. از این نمونه‌ها در تولید فله‌ای اراجیف برای وانمود کردن حجم بالای آنها در سایت‌های زنجیره‌ای وزارت اطلاعات به وفور دیده می‌شود. این خط جنگ روانی وزارت اطلاعات البته موجیان و عواملی هم داره. برای پی بردن به میزان فلاکت و خالی بودن دست وزارت و پوشالی بودن ادعاهای ولی فقیه ارتجا، خوبه که به کارهای مجیان خط وزارت در این کارزار دروغ پراکنی اشاره بکنیم. رژیم پیشتر تلاش میکرد که از طریق وزارت خارجه آمریکا و قضایه فرانسه وارد بشه تا با اتهام پولشویی استقلال مالی مجاهدین رو زیر سوال ببره. اما قضایه فرانسه بعد از بررسی ده‌ها هزار برگ سند که در جریان کودتای 17 ژوئن و حمله به مراکز مقاومت در فرانسه به دست اومده بود، رأی به براءت مطلق مجاهدین داد و در نتیجه تیر رژیم به سنگ خورد و به سختی کوروبور شد، طوری که از غلط کردش پشیمون شد. حالا ببینید به چه فلاکتی افتاده که برای مقابله با مجاهدین به مشتی عناصر دونپایه و حقیر که با فروش وجدان خودشون میخوان روزگار بگذرونن متوسل شده. یکی از عادت فعل‌های کارزارهای شیطانسازی رژیم یک مأمور خارج کشوری وزارت به نام سلطان علی شیرزادی است. این مستخدم دون پایه وزارت بدنام که رسیده و نرسیده به دیار فرنگ دامن از کف داده، به جز نشخوار اراجیف وزارت اطلاعات علیه مجاهدین در سایت‌های وزارتی کار دیگری ندارد. خوبه اینجا یه اشاره بکنیم به زمانی که مجاهدین در عراق حضور داشتن. اون موقع نیروی تروریستی قدس در هتل مهاجر بغداد یک مرکزی رو برای استخدام مزدور از میون بریده‌ها و خائنین ایجاد کرده بود. مسئولیت این هتل ابتدا با دشخیمی بود به نام غلامعلی رشادتمند، معروف به حاجعلی. این فرد مأمور وزارت اطلاعات بود که در سفارت رژیم در بغداد مشغول به کار بود.
بعدن مسئولیت هتل مهاجر به یک پاسدار سرتیپ نیروی قدس به نام کیان مهر داده میشه که معروف بود به سجاد. سجاد مأمور به خدمت در اداره نفاق یا به قولی دایره ویژه مجاهدین در وزارت اطلاعات بود و به عنوان یک مأمور رسمی وزارت اطلاعات در سفارت رژیم در بغداد کار میکرد و علنا این سمت رو داشت. این فرد مسئولیت استخدام مزدور از هتل مهاجر رو هم به عهده داشت و با بعضی از کشورها با مأمورین وزارت اطلاعات در ارتباط بود، از جمله با آلبانی. بعد از دستگیری یکی از جاسوسای دست پرورده سجاد در آلمان و محاکمه و محکومیت اون، پاسدار کیان مهر هم از اون به بعد تحت تعقیب دادستانی آلمان قرار گرفت که البته هنوزم تحت تعقیبه. لازم به توضیحه که سجاد در شبکه‌های اجتماعی هم با اسامی مستعار اقدام به جذب مزدور میکنه. سفیر سابق رژیم در عراق به نام پاسدار دانایفر این واقعیت را که هتل مهاجر سرپل وزارت اطلاعات و نیروی تروریستی قدس در بغداد و تحت کنترل تروریست‌های سفارت رژیم در عراق میباشد آشکارا گفته بود که حکومت آخوندی تمامی مخارج پادوهای خود در هتل مهاجر و ترددات و سایر هزینه‌های مزدوران را تامین می‌کرده. او گفته است بیشترین خدمت ما به عنوان سفارت خدمات کنسولی است. این افراد شهروند خارج از ایران هستند. بعد از اینکه گفتند ما می‌خواهیم برویم، وسایلی را فراهم می‌کنیم که جایی دیگر بروند و قدم اول هم در اعطای پاسپورت متجلی می‌شود و همچنین در اختیار گذاشتن مقداری پول و هزینه بین راه که بتوانند خود را به آن جای دلخواهشان برسانند. حتی افرادی در هتل‌های در بغداد مستقر هستند که ما هزینه‌شان را پرداخت می‌کنیم. حاضر نیستیم که آواره و سرگردان باشند. در هتل‌ها تقریباً 100% هزینه‌ها را ما داریم می‌دهیم. بیشتر از این چه کمکی بکنیم؟ اما واقعاً بخش قابل توجهی به ایران می‌آیند. یک بخش قلیل هم به خارج خواهند رفت. اما ببینید مأمور اطلاعات سلطان علی شیرزادی چطوری با آب و تاب از این مرکز جاسوسی رژیم و سجاد سر تروریست اونجا صحبت میکنه. میگه وقتی من رفتم به هتل مهاجر یک فردی به اسم ابو مصطفی میاد سراغم و میگه همینجا بمون تا ابو کرار بیاد سراغ تو. سه روز بعد ابو کرار میاد سراغ من، میگه که سجاد با تو کار داره و سجاد وقتی که میاد یه راجع به چند موضوع با من صحبت میکنه، کاری دیگه هم نداشتن و وقتی میخواستم از اونجا خارج بشم ابو کرار و ابو مصطفی از من تشکر کردن. حالا خوبه اینجا یه یادآوری بکنیم که این ابو مصطفی و ابو کرار عناصر عراقی وابسته به سفارت رژیم تو عراق بودن. سلطان علی شیرزادی در رابطه با قیام دیماه گذشته نیز در راستای حمایت از قاتلان مردم معترض و به جان آمده به انجام وظیفه پرداخته و در یک وارونگوی رذیلانه گناه خشونت و سرکوب توسط نیروهای جنایتکار رژیم و کشتار حدود 30 زندانی در سیاه‌چال‌های وزارت اطلاعات را که به اسم خودکشی مطرح می‌کردند به مجاهدین نسبت می‌دهد که بیایید جواب ملت را بدهید، به چه دلیل تظاهرات مسالمت آمیز ملت را به خاک و خون کشیدید و با ایجاد هرج و مرج سرش را در گل فرو کرده و نگذاشتید حق خود را بگیرند. یکی دیگه از مامورای وزارتی که وظیفه اجرای دستورالعمل‌های وزارت مبنی بر نامه پراکنی یا انتشار مطالب سفارشی رو در داخل به عهده داره مزدوری به اسم بخشعلی علیزاده. مأمور وزارت اطلاعات بخشعلی علیزاده به محض اینکه پاش به دیار فرنگ میرسه وا میره و به سرعت مسیر خیانت رو طی میکنه و جذب لانه جاسوسی آخوندا و سفارت رژیم در آلبانی میشه. در مراوداتی که با مأموران اطلاعات سفارت داشت برای اینکه اثبات بشه ندامتش و خیانتش،
و لازمش لگد زدن و فحاشی علیه مجاهدینه، برای یک مأموریت به آلمان فرستاده میشه تا به بهترین نحو بیشرافتی خودشو بتونه اثبات بکنه. این مزدور با نشون دادن چاکرمنشی خودش ثابت میکنه که حاضر به زندگی ذلتبار و در حضیض ذلته و بعد از گذراندن یک امتحان خیانت عضو شبکه وزارت اطلاعات میشه. خانواده این مزدور سال هاست که با مأموران اطلاعاتی ارتباط مستمر داره و از جمله افرادی بودند که در سیرک های وزارتی که در اطراف اشرف در عراق برگزار میشد که هدفش زمین چینی برای حمله به مجاهدین بود شرکت داشتند. به این ترتیب این مأمور اجازه ادامه زندگی ذلتبار و ننگین تحت حاکمیت آخوندها رو پیدا میکنه که قیمتش لجن پراکنی روزانه علیه مجاهدینه. همونطور که ملاحظه کردید، رژیم آخوندی در بنبست بحران‌های فزاینده ناشی از شتاب و گسترش روزافزون قیام در داخل و تشدید انزوای بین‌المللی خیلی از حربه‌های خودش علیه مقاومت ایران رو از دست داده و در سراشیب سقوط برای نجات موجودیت ننگینش چاره‌ای نداره جز اینکه به مشتی وامونده جیره‌خوار خودش آویزون بشه، که البته خود این موضوع بالاترین گواه شکست اون در عرصه هماوردی با مقاومتیه که الان در صحنه جهانی به عنوان تنها هماورد و بدیل سیاسی این حکومت داره مطرح میشه و روز به روز به اعتبار و حمایتش افزوده میشه و در داخل کشور هم با گسترش کانونهای شورشی سمدهی قیام مردم ایران رو در دست داره. امریکا به یمن سازمان یافتگی و سرسختی و تسلیم ناپذیری این مقاومت میره تا سرنوشت تابناکی رو برای آزادی، دموکراسی و پیشرفت و رفاه مردم ایران رقم بزنه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.